میدونه که اینا این مشکلات رو به وجود آوردن میدونه که اینا جلوی مبارزه رو گرفتن و میگه که جناب آقای کوژده وزیر خارجه فرانسه زمانی که جناب شاهزاده در اروپا یعنی در پارلمان انگلستان یا مجلس عوام شرکت کردن این آقا گفته که آقای اوباما گفته که شما نکنه یه موقعی سخن از سازش به میون بیارید اینا فایده نداره و اینا یعنی جمهوری اسلامی سالها ما رو بازی دادن شما توجه کنید هموطنان گرامی جمهوری اسلامی سالهاست که غرب رو بازی میده ما کاری به سخن وزیر خارجه فرانسه نداریم ولی سخن با این مصاحبه کننده دارم من کجا جمهوری اسلامی کشورهای جهان رو ابر قدرت ها رو تا به حال بازی داده چه کرده کجا جلوی منافع کشورهای بیگانه رو و بر قدرت رو گرفته در کجا در مقابل منافع اینها ایستاده در کدام جنگ علیه کشورهای جهانی شرکت کرده کدام تحریم رو به در واقع این کشورها اعمال کرده من میخوام ببینم که جمهوری اسلامی کجا جلوی جهانیان رو گرفته جلوی همین کسانی که سرزمین ایران رو غرت میکنند جلوی همین کسانی که این وضعیت رو به ملت ایران تحمیل کردن کجا گرفته کجا این کشورها رو جمهوری اسلامی بازی داده آقای گوینده شما که میایید می‌نشینید از میکروفون ملت ایران سخن میگید و صدای شما در درون میهن شنیده میشه و به ملت ایران این باور رو میدید که جمهوری اسلامی در طی این سالها کشورهای خارجی رو بازی داده میتونید این رو به ملت ایران توضیح بدید؟ یا اینها هستند که دست در دست جمهوری اسلامی ملت ایران رو بازی دادند و یک سر به قول معروف این بازی خود شما هستید و سر دیگر این بازی خود شاهزاده کجا اینها جلوی جهانیان رو گرفتند و کجا جهانیان رو بازی دادند بگید به ملت ایران اگر سخن از اتمی شدنه که من این رو توضیح دادم که برای اینها کشور اتمی و غیر اتمی تفاوتی نمیکنه اگه بخوان جلوش رو بگیرن و پس توی خانه هر یک از هموطنانمون رو در درون میهن دقیقا میدونن درش چی هست؟ پس کله تمام سیاست مداران جمهوری اسلامی که تا مغز استخوان وابسته و درمانده هستند به خوبی میشناسند و نقطه تاریکی برای اینا موجود نیست در رابطه ایران. به ملت ایران توضیح بدید به همونهایی که در درون میهن صدای شما رو میشنوند بگید که کجا جمهوری اسلامی کشورهای خارجی رو بازی داده و من هم از اینجا میگم که این کشورهای خارجی هستند که در سی سال گذشته بر طبق تایید خود شما جلوی مبارزه ملت ایران رو جلوی سرنگونی جمهوری اسلامی رو گرفتن برای اینکه قراردادهای در واقع ناروا و غیر با جمهوری اسلامی دارند و طرف قراردادشون جمهوری اسلامی هست. هموطنان گرامی که سخن من رو میشنوید، امیدوارم که شهامت این رو پیدا کنید و این کسان رو مورد سوال قرار بدید که چرا دروغ میگید و چرا سر ملت ایران رو شیره میمارید و چرا هموطنان ایرانی رو در درون میهن شما به بیراهه میبرید. و اید که هموطنان گرامی شما تصور این رو بکنید که حزب دموکرات یا جمهوری ها در خارج از میهن پوزش میخوام در امریکا یا هر کشور دیگری در ارتباط سیاست خارجی تفاوت چندانی با هم دارند کاملا اشتباه میکنید جمهوری خواه و دموکرات در ارتباط مشکلات و مسائل داخلی هست که تفاوتشون در واقع چشمگیره در سیاست خارجی در واقع احزاب دموکرات و جمهوری خواه چندان در واقع تضادی با هم ندارند از یک استراتژی پیروی میکنن و در گام نخست هر دو منافع کشور خودشون رو مد نظر دارن که این بسیار منطقی هم هست و اینکه ما منتظر این باشیم که چرخشی در سیاست خارجی این کشورها به وجود بیاد به خاطر بر سر قدرت اومدن در واقع احزاب مختلف کاملا نادرست هست و کسانی که این کار رو میکنن هموطنان گرامی اینها در واقع میدونن ولی میخوان که در اون بازی شرکت کنن همونطور که گفتم بازی که جهانیان ملت ایران رو میدن و یک سر این بازی همین آقای گوینده و سر دیگر همین جناب شاهزاده ما هست در واقع حرف ما رو که در گذشته بارها مطرح کردیم اینها دارن خودشون تکرار میکنن حرف چه کسی رو چه کسی در گذشته حرفی زده برای سرنگونی و برای مبارزه چه کسی داره حرف اینا دارن حرف چه کسی رو تکرار میکنن آیا شاهزاده تا به حال سخن از سرنگونی به میون آورده آیا شاهزاده سخن از بسیج ملت ایران و مبارزه و سرنگون کردن جمهوری اسلامی به میون آورده آیا خود شما آقای گوینده سخن از سرنگونی تا به حال به میون آورده بودید و بسیج ملت ایران و راه مبارزه رو به ملت ایران آموختید در این سالهایی که شما به قول معروف ای دل اگر عاشقی عاشق دلدار باش شما که سخن از عاشقی فقط به میون آوردید نه سخن از مبارزه و سرنگونی جمهوری اسلامی که حرف شما رو کسی تکرار کنه پاسخ شاهزاده بعد البته دو نکته هستش که به طور کلی از دید خودم به عنوان یک ایراد اصلی شاید واجب باشه که براتون یه مقدار توضیح بدم قسمت اولش واقعا مقصر خود این کشورهای خارجی هستند و در بخش دوم تا حدی حد خود ما مردم ایران مسئول هستیم به این مفهوم ببینید اشکال اصلی این بوده که سیاست غرب به طور کلی در این مانورهای دیپلماتیک در اونجا بوده که وقتی که شما یک هدف خاصی رو دنبال می کنید یعنی دیپلماسی رو به این مفهوم که بالاخره به یک مرحله ای برسید که میخواین یه نتیجه خاصی رو از این دیپلماسی بگیرید بنابراین هیچ هدفی اگر زمان بندی نشده باشه اگر محدودیت اگر محدودیت زمانی براش قائل نشید اگر در نتیجه محدودیت زمانی به یک خواسته هایی که خواستید جواب نگرفتید و به قول معروف خط قرمز هایی رو که کشیدید که اگر از اون عبور بشه بایستی راه دیگری رو به کار بگیرید این مسئله به طور کلی رعایت نشده